هوشنگ ابتهاج، خانه ارغوان، خانه‌ای که روزگاری خلوت شاعر شهیر ایران زمین هوشنگ ابتهاج مشهور به سایه بود. در کنج دنجی از تهران، انتهای بن‌بست خاکستری رنگ در حوالی خیابان فردوسی، خانه‌ای هست که در تلاقی آجرهای قرمز و کاشی‌های آبیش ارغوانی تنها دارد می‌گرید. این خانه دیگر سایه ندارد. سلام دوستان، من آرشام هستم، معمار و طراح داخلی. در این ویدیو به معرفی خانه ارغوان منظر هوشنگ ابتهاج شاعر شهیر ایرانی می‌پردازم. این خانه در تهران خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی، انتهای کوچه شهید انوشیروانی، پلاک 22 قرار دارد. هوشنگ ابتهاج ماجرای ساخت خانه و شکوفا شدن درخت ارغوان را اینگونه روایت می‌کند: با وامی که از محل کار گرفتم این خانه را ساختم. در تمامی مراحل ساخت خانه بالای سر کار بودم. آنجا یک کنده خشکیده درخت بود که نظرم را جلب کرد. چون قدرش زیاد بود معلوم بود بیشتر از 300 سال عمر دارد. در تمام مدت ساخت خانه مراقب بودم پای این کنده آهک و سیمان نریزند، تا اینکه دور کنده پاجوش های نازک و سبز و کوچک بیرون آمد و کم کم هر کدام از این پاجوش ها تبدیل به یک تنه زخیم شد. من به این درخت انس پیدا کردم و هر روز صبح که بیدار می شدم می رفتم پای درخت و به آن نگاه می کردم و با آن حرف می زدم. کم کم درخت ارغوان برای من سمبولی از زندگی شخصی تا آرمان ها و آرزوها شد. دلبستگی سایه به این درخت آنجا پیش می رود که در روزهایی که پشت میله های زندان به سر می برد از دلتنگی ارغوان این گونه می سراید: ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد. سایه انگام مهاجرتش از ایران به سختی از درخت ارغوان دل می کند، طوری که حتی از نگاه کردن به ارغوان شرم داشته است. سایه می گوید: وقتی خانه را فروختم قرار شد هر وقت قبض آب، برق و تلفن آمد بروم و پرداخت کنم. یک روز رفتم آنجا، سرم را انداختم پایین، خانه را بلد بودم. یک نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانه ام. نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شده ام آمدم، ارغوانم را می خواهم. رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم. گفتم: آقای فلان. گفت: از پله برو بالا، دست چپ، در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره وای، ارغوان داشت نگاه هم میکرد. اگر تا این لحظه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و خاطراتتون رو از اشعار سایه زیر همین پست بنویسید. یلدا ابتهاج، دختر هوشنگ ابتهاج، از خاطراتش در خانه ارغوان میگوید: بچه بودم که پدرم زمین این خانه را خرید. نقشه آن را به مهندس ابتکار که شوهر عمه هم بود سپرد و ساخت آن را شروع کردم. پدر در طول مدت ساخت بالای سر کار می رفت و نظارت می کرد تا خانه آنطور که مورد پسندش بود ساخته شود. وقتی که من رفتم کلاس اول هنوز خانه تکمیل نشده بود، ولی با این حال به آن نقل مکان کردیم و بعد کم کم کامل شد. پدرم خانه را در دو طبقه ساخت. طبقه پایین مربوط به آشپزخانه، نشیمن، راهرو، ورودی و پذیرایی است و پلکانی که می رود به طبقه بالا. در طبقه دوم 4 اتاق خواب است و آخرین اتاق، اتاق من و خواهرم بود. روبروی اتاق من و خواهرم کتابخانه پدرم بود. این کتابخانه بزرگ به نوعی اتاق کار پدرم هم به حساب می آمد. من گاهی در دوران مدرسه می رفتم به کتابخانه و روی میز پدرم درس می خواندم. گرد همایی خانوادگی من در نشیمن طبقه پایین بود. وقتی هم مهمان می آمد در اتاق پذیرایی از او پذیرایی می کردیم. اتاق پذیرایی اتاقی بود که درهای شیشه‌ای رنگی داشت و روبروی حیاط بود. منظره درخت ارغوان از آنجا معلوم است. پدر دوست داشت خانه فرم معماری ایرانی داشته باشد. برای همین از شیشه‌های رنگی و گچپوری در خانه استفاده کرد. هیچ کدام از گچپوری‌های خانه پیش ساخته نیستند. من خوب به خاطر دارم که استاد گچپور می آمد و در محل خانه بسیار ماهرانه کار گچپوری را انجام می داد. او اثر هنری ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.
پدرم تمام تلاشش را کرد که این خانه حس آرامش را القا کند و موفق هم شد. خانه ما لوکس و مجلل نبود ولی فضای زیبایی داشت که هر شخصی در آن وارد می شد احساس آرامش و راحتی می کرد. انگار که سالهاست در آن رفت آمد دارد. شاید برای همین بود که خانه ما هرگز از مهمان خالی نمی شد. در خانه ما همیشه به روی همه باز بود. هیچ معنی نبود. در هر موقعیتی و هر شرایطی که غذا درست می شد بیشتر از اندازه ما بود و همیشه حضور مهمان در نظر گرفته می شد. پدر و مادرم هر دو مهمان نواز بودند و یادم نمی آید هیچ وقت خانه ما خلوت بوده باشد. هیچ محدودیتی نبود. همه معاشرت ها دوستانه و خانوادگی بودند. همه با خانواده می آمدند. ما با بچه های مشیری و کسرایی در حیات همین خانه بازی کردیم و با هم بزرگ شدیم. البته اینطور نبود که فقط با افراد شناخته شده و مشهور در ارتباط باشیم. احوال خاصی در آن خانه بود و از هر قشر و هر طبقه در آن رفت آمد داشتند. فرقی نمی کرد باغبان باشد یا شاعر سرشناس. انسانیت مطرح بود. این خانه دارای دو طبقه همکف و اول در جبهه شمالی است و جلوی هر طبقه یک رواق با ستونها و سرستونهای گچبری قرار گرفته است. در جلوی رواق طبقه اول دست‌اندازهایی در میان ستونها نصب شده و بازشوهای بیرونی بنا در هر طبقه به این ایوانها ارتباط دارد. در بالای بازشوها شاهد خورشیدی‌های با قوس‌های مازه‌دار و شیشه‌های رنگی هستیم که یادآور تزئینات معماری ایرانی است. جداره‌های بیرونی بنا با آجرهای قرمز رنگ جذابیت خاصی در عین سادگی به فضا بخشیده است. حیاط خانه در جبهه جنوبی بنا قرار دارد و یک حوض کوچک با فرم مستطیل شکل و درخت معروف ارغوان در کنار آن زیبایی فضای دلنشین حیاط را چندین برابر کرده است. سالاست که این خانه در تملک کارخانه سیمان تهران است و بخش اداری کارخانه در آن فعال. ظاهرا در محفل شاعران و نویسندگان بزرگ ایران به امور ارباب رجوع رسیدگی می شود و در محل کتابخانه زونکنها را پایگانی می کند. این خانه به دلیل وجود درخت ارغوان در 26 آبان 1387 در سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی رسید. اگر علاقه من به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید کانال من را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا هر زمان من ویدیوی گذاشتم ببینید و لذت ببرید. ممنون که تا انتها همراه من بودید. عاشقتونم. در ویدیوی بعدی میبینمت.